ما بیداری ایرانی هستیم. تکنیک تنفسی ابدیت و نقطه سکون ارائه شده از فرشته مقرب میکائیل، کانال شده توسط خانم رونا هرمن. عزیزان، به یاد داشته باشید که تنفس رسانای نیروی زندگیه. ابتدا تأیید کنید که تکنیک تنفس ابدیت رو به عنوان یک هدیه در جهت خیر و خوبی کل آفرینش استفاده خواهید کرد و اینکه تنها آرزوی شما خدمت به خالق و همراستا کردن خواست خودتون با خواست خالقه. عزیزانم، بدونید که هرگز از شما چیزی که از عهده انجامش برنیایید خواسته نخواهد شد و پاداش پشتیبانی از خواست خالق اول شما رو تحت تأثیر قرار داده و بعد به سمت جهان و جهانیان منتشر خواهد شد. این جملات رو اونقدر گوش بدید تا سرانجام بتونید کاملا تمرین رو درک کرده و این روند رو به وضوح تجسم کنید. حالا به راهنماهای فرشته‌ای و خود برترتون اجازه بدین تا به شما کمک کنن. بذارید تا انرژی‌های تنفسی شما و فرکانس‌های نوری آروم و قدرتمند تو بدنتون جاری بشن. چند نفس عمیق بکشید و آگاهی خودتون رو تو مرکز قدرت خورشیدیتون متمرکز کنید. مرکز قدرت خورشیدی مجموعه گلو، قده تیموس در پشت استخوان جناق، قلب و شبکه خورشیدی در پایین استخوان جناق سینه هستش. تجسم کنید که چطور ذرات نور عشق الهی با هر نفس شما این قسمت ها رو لبریز می کنه. عمیق نفس بکشید. دم، بازدم. با هر دم ببینید که چطور انرژی تو قفسه سینه‌تون شکل میگیره و به سمت بالا درون بدنتون در امتداد پشت و از مقابل ستون فقراتتون حرکت میکنه و بعد از بسلنخا تو پشت گردنتون، جایی که ستون فقرات به مخچه متصل میشه، خارج میشه. این قسمت چاکرای معراج شماست. به تنفستون ادامه بدین. این انرژی نور با عبور از چاکرای معراج از بیرون و پشت سرتون به حرکت خودش ادامه میده و از حدود 10 سانتی متر بالاتر از تاج سرتون، یعنی از چاکرای هشتم یا ستاره روح، به سمت پایین خم میشه و از جلوی صورتتون و به صورت کمان دوباره به مرکز قدرت خورشیدیتون وارد میشه. از این طریق ذرات فناناپذیر نور الهی که شما از دریچه پشتی قلب مقدستون نفس کشیدین برای بکارگیری کدهای زندگی از ابعاد بالاتر
توسط خود برترتون برنامه ریزی میشن. حالا این انرژی با هر بازدم به سفر خودش به سمت پایین در درون بدنتون، در امتداد پشتتون و از جلوی ستون فقرات ادامه میده و بعد از خارج شدن از چاکرای ریشه و زدن یک کمان از حدود 10 سانتی متر پایین تر از چاکرای ریشه به سمت بالا خم میشه و بعد از جلوی بدنتون بالا میره و دوباره وارد مرکز قدرت خورشیدیتون میشه. در واقع شما با هر دم و بازدم علامت بی‌نهایت رو با نور و عشق الهی به طور عمودی به دور چاکراهاتون میسازید که از چاکرای ریشه تا چاکرای ستاره‌ایتون رو در بر میگیره و نقطه شروع و پایانش تو مرکز قدرت خورشیدیتون قرار میگیره. پس با هر دم و بازدم علامت بی‌نهایت رو تجسم کنید که نقطه تلاقی دو حلقش و وسطش در داخل بدنتون در مرکز قدرت خورشیدی قرار میگیره و مثل یک حاله نوری حلقه ها اطراف بدنتون رو دربر میگیرن. با هر نفس انرژی نور و قدرت بیشتری رو احساس کنید که وارد مرکز قدرت خورشیدیتون میشه. به این روند تنفس عمیق و ریتمیک ادامه بدین. با هر دم حلقه اول علامت بی‌نهایت رو تو قسمت بالایی بدنتون تا بالای چاکرای هشتم و با هر بازدم حلقه دوم علامت بی‌نهایت رو تو قسمت پایین تا زیر چاکرای ریشه ترسیم کنید. در حالی که این سمبول ابدیت یعنی علامت بی‌نهایت در ریاضی متشکل از نور و قدرت رو تجسم می کنید که همینطور با دم و بازدم های بعدی کمانهایی بزرگتر و بزرگتر از بالای سرتون تو آسمونا و پایین بدنتون تو اعماق زمین میزنه و بعد از هر چرخه به نقطه کریستالی سکون تو مرکز قدرت خورشیدیتون برمیگرده. به این روند تا جایی که احساس راحتی میکنید ادامه بدین. بدونید که هرچه بیشتر با این ذرات نور الهی سر و کار داشته باشین، به طور معجزه آسایی پاکسازی پوسته فیزیکیتون از انرژی‌های ناموزون سرعت می‌گیره و جای خالی اونها با نور الهی پر میشه. شما حالا در حال اشتراک گذاشتن این هدیه الهی با مادر زمین هستین و در نقش پدر و مادر خالق بهشت سیاره خودتون رو خلق می کنید. با تمرین تنفس ابدیت شما بدن اتری و فیزیکی خودتون رو مملو از ذرات فناناپذیر الهی نور می کنید. حالا می خواهیم
این روند رو گسترش بدیم و به شما کمک کنیم تا به عنوان بارقه ای از نور پدر و مادر خالق دوباره بتونید از چرخ خلقت شخصی یا گل زندگیتون مثل یک خالق متقابل در سطح زمینی استفاده کنید. از شما میخواییم از طریق تکنیک تنفس ابدیت چرخ خلقت شخصیتون رو مجسم کنید. تو طول مدیتیشن یا وقتی که دور و اطرافتون ساکته، حداقل دو بار در روز این تکنیک رو انجام بدین. تو راحت ترین حالت بدنی قرار بگیرید. ریلکس و آروم باشین. چند نفس عمیق بکشید. دم، بازدم. حالا 12 نفس ابدیت بکشید و 12 حلقه ابدیت رو به شکل حاله‌ای از نور و عشق به صورت عمودی در اطرافتون تجسم کنید. دم، بازدم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد از 12 نفس شکمتون رو به داخل بکشید و نفس خودتون رو برای لحظه‌ای حبس کنید. حالا در حالی که 13 نفس رو می‌کشید، ببینید که چطور انرژی از مرکز قدرت خورشیدیتون به سمت جلوی بدنتون جریان پیدا می‌کنه. یعنی حالا سمبل ابدیت رو به جای عمودی در موقعیت افقی تصور کنید. با یک دم اولین حلقه علامت ابدیت به سمت بیرون در جلوی بدنتون گسترش پیدا می‌کنه و در هر بازدم دومین حلقه از پشت بدنتون گسترده میشه و حالا علامت ابدیت به صورت افقی به شکل حاله‌ای از نور و عشق تو اطرافتون تکمیل میشه. نقطه شروع و پایان و تلاقی این علامت بی نهایت تو مرکز قدرت خورشیدیتون قرار میگیره. 6 علامت بی نهایت رو تنفس کنید. دم، بازدم. 2 3 4 5 6. حالا
به طور خودکار الگویی از 24 حلقه عمودی و 12 حلقه افقی بدن شما رو مثل گلبرگ های یک گل در بر می گیرن. همینطور که آخرین حلقه رو به بیرون می دمید، قبل از اون که به تنفس طبیعی برگردین، دوباره نفستون رو برای لحظه حبس کنید. حالا با آگاهی نفس بکشید و تجسم کنید که ذات الهی از شما به جهان جاری میشه. همینطور مارپیچ هایی از نور رو تجسم کنید که شما رو به هرم جهانی و هرم های نوری خودتون در ابعاد بالاتر متصل می کنن. چند لحظه ای رو با تمرکز روی قلب مقدستون صرف تکمیل این روند کنید تا با تمام وجود کامل بودن و بیش از حد بودن عشقی که وجودتون رو لبریز میکنه احساس کنید. حالا شما به رودخونه زندگی که جریان پایان ناپذیری از ذرات نور الهیه وصل شدین. این واقعیه و شگفت‌آورترین و لذت بخشترین احساسیه که تا حالا با پوسته زمینیتون تجربه کردین، چون شما در حال تجربه عشق خالص ذات الهی هستین. حالا بدون هیچ کلامی عشق بی توقع خودتون رو به بشریت، جهان و تمام خلقت بتابونید و برای اونها در جهت بهترین خیرشون دعا کنید. نفس عمیقی بکشید و با احساسی از قدردانی و شکرگزاری بابت تمام لذت‌هایی که به شما عطا شده، قلب مقدستون رو با نور الهی پر کنید و مطمئن باشین تو بهترین حالت ممکن دعا کردین. شما با این کار قلب و ذهن مقدستون رو به خود خداییتون متصل کردین. تو روند تنفس ابدیت، شما دروازه های ابدیت و فرشته ای ابعاد چهارم، پنجم، ششم، هفتم و نهم رو فعال می کنید و در نتیجه به نقاط چاکراهای تمام موجودیتتون یا خود الهیتون متصل می شین. حالا شما به عنوان کارگران روشنایی دیگه لزومی نداره نور خودتون رو تقسیم کنید و کاهش بدین، بلکه با استفاده از تنفس ابدیت و نقطه سکون تو مرکز قدرت خورشیدیتون میتونید با سیستم ترتیب دهی دوتایی آفرینش کیهانی رو به راه بندازین. با این سیستم شما نور خودتون رو گسترش میدین تا بتونید هرچه بیشتر و بیشتر نور و عشق بیقید و شرط رو به زمین و بشریت بتابونید. پس دوباره چند تنفس ابدیت بکشید. دم، بازدم. دم، بازدم.
و حلقه های ابدیت رو تو اطراف بدنتون که سرشار از نور و انرژی عشق هستن احساس کنید. حالا با یک دم ذرات نور الهی رو به درون نفس بکشید، بعد کمی از هوا رو از بینی خارج کنید و ماهیچه های شکمیتون رو به داخل بکشید و ذرات نور رو توی قفسه سینه‌تون حبس کنید. حالا با دم، حبس و بازدم این تمرین رو با شمارش من انجام بدید و تو هر شماره چند لحظه مکس کنید و احساس کنید انرژی نور تو بدن و حاله اطرافتون چندین برابر میشه. دم، حبس، بازدم، دو، دم، حبس، بازدم، چهار، دم، حبس، بازدم، هشت، دم، حبس، بازدم، شونزده، دم، حبس، بازدم، سی و دو، دم، حبس، بازدم، شست و چهار، دم، حبس، بازدم، صد و بیست و هشت، دم، حبس، بازدم، دویست و پنجاه و شش، دم، حبس، بازدم، پانصد و دوازده. حداقل در روز چند بار این تنفس رو انجام بدین. با تمرین متناوب و روزانه تنفس ابدیت و ترتیب دهی دوتایی شما میتونید با امنیت کامل به نفس خدا و قدرتمندترین انرژی در کیهان دست پیدا کنید. به آرومی نفس بکشید. حالا دست ها و پاهاتون رو آروم تکون بدین و چشماتون رو باز کنید. نماسته.